تصمیم گرفتم ویدیویی رو تقدیم شما کنم که دوش میگیم از این به بعد ویدیوی خوردریز های این دیزاین. مجموعه ای از امکانات این دیزاین هست که طی این مدت یا از من سوال شده یا این برابر خودم دیدم و جالب بوده. این دیزاین مستاقیست از این شعر که میگه که ریزه ریزه بالا ریزه، دستش کوچیکه و پاش کوچیکه، نمیدونه گریزه. هزار تا سوراخ سنبه داره این هم افزار. خب اولیش اینه که یک جدول دارید و دلتون میخواد اینجا یه دفعه بنویسه 1 2 3 4 5 6 7 8 بالا. چه میکنید؟ بعد از اینکه جدولتون رو درست کردید بیایید و یک کنترل به قول معروف آی بزنید یا یه درگی بکنید وسط چین فونت مثلا نازنین، اینجا هم مثلا بگید سنتر شه. حالا اگر بیاید و در این خانه باشید و بعد برید بولت اند نمبرینگ رو بیارید، مثلا بگید عدد میخواید و یه لیست بسازید مثلا به اسم اعداد جدول و اینجا رو بذارید روی 1 2 3 4 و اینجا رو بذارید روی توان هشتک که یعنی چیز دیگه ای نباشه. کاراکتر استایلی هم که تعریف نکردید که اینجا صدا بزنید. اینجا هم که میذارید continue from previous number یعنی اعداد از قبل ادامه بده. alignmentش هم center اوکی کنید و اینجا یک اسپیس بار بزنید. خودش یه یک مینویسه، یعنی در سلول یکتون یه اسپیس بار بزنید. حالا محتویات این سلول رو از طریق تیبل انتخاب کنید یا کنترل سلش میزنن به این صورت انتخاب شد. حالا کنترل سی بزنید کپیشه، موس رو بیارید این بالا، همش انتخاب شد، کنترل وی بزنید یا پیست، ببینید چی شد. یک بار دیگه همش چیده شد. شما بعد از اینکه اینجا بولت نمبرینگتون رو تعریف کردید اینجا یک اسپیس بار که میزنید مینویسه یک، چون یک بولت تعریف کردید. بعد بیایید اینجا در قسمت تیبل سلیکت سل محتویات سلول رو انتخاب کنید، کنترل سی، اینجا بیستید کنترل وی بزنید. این قسمت اول. بریم قسمت دوم، تکنیک دوم، برمیگردیم. خب این بار سه تا عکس براتون آماده کردم و در واقع سه تا فریمه که توشون عکس پلیس کردن. میخوام یه مقداری با الائن بیشتر آشنا بشین، بیشتر از اون چیزهایی که میزنید. خب در حالت سنتی که اینا رو انتخاب میکنید و اساسا میگید مثلا نسبت به پیج مرتب شن، مثلا میگید که به این شکل قرار بگیره، رفتن چسبیدن به پیج، اینا که ساده است و بلدید. یا مثلا انتخابشون میکنید میگید به این شکل در وسط پیج قرار بگیرد. اما اگر بگید الائن کنید تو سلکشن، در این صورت چی میشه؟ مثلا وقتی اینو میزنید، این رو میزنید، اینا روی هم میفتن دقیق، درسته؟ اما چیزای دیگه هم داریم، مثلا دیستریبیوت میتونید بکنید. به عنوان مثال اینا رو برید اینجا بگذارید، اما نمیتونید با چشم اینا رو وسط چین کنید. اما میتونید انتخاب کنید یوز سپیسینگ مثلا 5 و اینو بزنید. حالا دیگه اینا قشنگ به ترتیب با فاصله مساوی نسبت به هم قرار گرفتند، یا زمانی که اینو میزنید به صورت عمودی نسبت به هم قرار گرفتند در یک راستا، که حالا با این هم میتونیم در طول هم قرار بدیم. اما پیچیده تر از این هم داریم. مثلا جاهاشون رو نامنظم کنم، انتخاب کنم، اینجا یه یوز اسپیس دیگه دارید، مثلا اینجا رو میذارید 10 و وقتی که مثلا این رو میزنید یا اینو میزنید یا اینو میزنید چه اتفاقی میفته؟ از اون وضعیتی که دارند با 10 پیکسل با این ابزار واکنش نشون میدن. این مثلا اگر این اینجاست و این یکی اینجاست، انتخابشون کنید 10 رو داشته باشید بزنید، 10 پیکسل به سمت
این ور میرند یا مثلا این ور میرند. این در واقع خیلی جالب کارش، به خاطر اینکه مثلا اگر من اینها رو در وسط داشته باشم و به این شکل، حالا اگر این 10 باشه و من مثلا اینو بزنم، ببینید که به چه صورت در میاد. این دیستریبیوت آبجکت هست، این دیستریبیوت اسپیس هست، فرقشون در اینه. این هم یک نکته دیگه. بریم برگردیم. خب برگردیم به یک داستان دیگه. پیش میاد که بخواید یه همچین کارهای جالبی بکنید. مثلا من اینجا یک بولت تعریف میکنم از نوع numbers، لیست دو، عددی که تعریف میکنم ساده. کاراکتر استایل نمیخوام previous numbers center باشه. اینجا یک اینتر میزنم، 2 3 4 5 6 7. البته که میتونم کنترل آ بزنم و فونت رو مثلا به تیتر تغییر بدیم، وسط چین کنیم و هر رنگی که دوست داریم. حالا این رو بیاییم با ابزار rotate alt رو نگه داریم و مثلا در اینجا که مرکز این گاید هاست، البته یه بار دیگه اینجا alt محور دوران رو جاشو عوض کردیم با گرفتن کلید alt و کلیک کردیم. حالا میتونیم دوران بدیم. برای اینکه دوران بدیم دو راه داریم. زمانی که آلت رو نگه میدارید و اینجا به اصطلاح کلیک میکنید، پنجره روتیت باز میشه، معادل است با اینکه برید پنجره ترانسفورم رو بیارید و روی اون کلیک کنید. ولی حالا این آوردید 45، کپی رو میزنید، خودش ادامه داد اعداد رو. وقتی که میایید در قسمت آبجکت transform again، دوباره برام تغییر بده. و وقتی میاد روی sequence again میشه control alt عدد 4، control alt عدد 4. میبینید که براتون کپی میگیره و جالبه که میبینید تمام اعداد دارند به ترتیب اجرا میشن. این کار معادل است با اگر من اینا رو پاک بکنم، زمانی که پنجره ترانسفورم رو دارید اینجا در قسمت اینجا، اگر ابزار روتیت رو بردارید و آلت رو بگیرید و اینجا هم بزنید، این سر جاش میخواد بیاد. برای اینکه محور رو عوض کنید خب باید اینجا بزنید، درسته؟ و میتونید اینجا زاویه بدید. زوایا باید کسی از 360 باشن، مثلا میتونید 36 درجه بدید، کپی بزنید. وقتی که بیایید در ترانسفر اگین اینو بزنید یا کنترل آلت 4، این رو براتون چیکار میکنه؟ کپی میگیره و اعداد رو میزنه. این هم یک تکنیک دیگه. بریم بعدی. خب اگر یک جدول داشته باشیم و در یکی از سلول‌هاش چیزی نوشته باشیم و بخوایم این رو منتقل کنیم به سلول دیگه، میتونیم همینجا بلاکش کنیم و منتقلش کنیم. این به شکل پیش‌فرض در این دیزاین شما اتفاق نمی‌افته رفقا. دلیلش اینه که در قسمت Edit Preferences اینجا باید حتماً در قسمت Type این رو و این رو تیک بزنید. اگر انتخاب کرده باشید این اتفاق براتون میفته. و نکته بعد، تصور کنید که
عنصری رو دارید، حالا هر چی که هست، میخواد عکس باشه میخواد باکس باشه، وقتی میایید اینجا واقعا موس رو که میذارید این کوچک و بزرگ میشه. و دلیلش چی هست که این اتفاق میفته؟ اگر در این قسمت، یعنی در قسمت preferences general، اینجا بذارید adjust scaling percentage، وقتی که موستون رو میایید اینجا و این رو تغییر میدید، همونطور که میبینید بر اساس درصد هاتون تغییر میکنه. اما اگر بیایید اینجا و این رو بذارید روی در واقع apply to content، یک فرقی اینجا میکنه و اونم اینه که تغییر میکنه ولی اعداد اینجا به شما نشون داده نمیشه که عوض میشه و خب این خیلی بده. پس هر وقت خواستید اینجا درصد هاتون رو ببینید، scaling percentage کنید که وقتی موس رو میذارید و تغییر میدید اعدادتون رو ببینید. بریم نکته بعدی رو فراغ. اگر دقت بفرمایید در این پروژه ما یک تریتس داریم، یعنی یک تکست باکسی که متصل هست به اون یک تکست باکس. من این پروژه رو مجدد باز میکنم که مشکلی نداشته باشه به شما نشون میدم. اوکی، اگر اینجا ویو اکستراز شو تکست تریتس رو نشون بدیم، میبینیم که بعضی از این تکست باکس ها به هم متصل هستند. خب چیکار باید کرد که این اتصال گاهی قطع بشه؟ گاهی مایلیم که این ارتباطات قطع بشه، مثلا اینجا ببینیم که خیلی شدیده. اگر خواستید تکست باکسی قطع بشه باید از اسکریپت استفاده کنید. اصطلاحا اسکریپت هایی که از امکانات در واقع نرم افزار این دیزاین هستن که شما مثل رد بول بال میگن، اسکریپت اپلیکیشن، وی بی اسکریپت، بریک فریمز، اگر اینو بزنید همه قطع میشن. و اگر یک تکست باکس خاص رو انتخاب کنید و بزنید، اون تکست باکس ارتباطش قطع میشه، که خب البته چون از انتخاب خارج میشه شما نمیدید، ولی میبینید که این یه دونه آزاد شد. و اینم که تکست باکس رو ایجاد کنید ارتباطش رو که میدونید وقتی میزنید ارتباطش ایجاد میشه با بعدی. خب تصور کنید که یک عکسی رو میخواهید به تکست باکستون متصل کنید، مثلا این بالا. اگر بیایید این رو بکشید و یک جایی بگذارید، یک علامتی اینجا میبینید که شبیه تریتس هاست، یعنی در تریتس اگر اینو فعال کرده باشید اینو میبینید. حالا دیگه متنتون هر جا که بره اون عکس رو با خودش میبره. البته که اگر آلت رو بگیرید و روی این علامت لنگر بزنید، اینجا میتونید تنظیماتی داشته باشید از نظر کجا قرار گرفتن این، که در وضعیت منوال هست و شما میتونید اینجاشو تعیین کنید. به این میگن لنگر یا انکور. برای اینکه این ارتباط رو قطع بکنید و دیگه این آزاد بشه، باید ریلیزش کنید، آزادش کنید. خب کاری که میکنید اینه که میاید در اینجا در فولدر این دیزاین، اینجا در قسمت اسکریپت ها، اسکریپت پنل، در اینجا باید اسکریپتی رو قرار بدید و اجراش کنید. برنامه نویسی شده به نام ریلیز اینی انکر، این رو باید دانلود کنید، این رو باید یکی بهتون بده. اون وقت اینجا اگر بید در قسمت یوتیلیتی اسکریپت، قسمت یوزر، اگر این انتخابش کنید و این رو بزنید، این دیگه آزاد میشه، این هم آزاد میشه. بریم قسمت بعد.